الآداب والأخلاق الإسلامية. آداب و اخلاق اسلامی. المسلم لابد ان يقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط في العباده بل في كل شؤون الحياه. مسلمان شایسته است که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اقتدا بکنه، نه در رابطه با مسائل بادی بلکه در رابطه با همه مسائل زندگی. حسن الخلق، خوش اخلاقی. لان المسلم يدرك بحسن الخلق درجه الصائم، يعني كانه يصوم الدهر ولا يفطر والقائم الذي يقوم الليل ولا ينام. زیرا انسان مسلمان با خوش اخلاقی و اخلاق خوب درجه فردی رو که همه عمر رو روزه میگیره و همه شب رو یا همه شبها رو به قیام سپری میکنه، این درجه رو در میابه و به این مقام میرسه. یصدق ولا یکذب، راست میگه و دروغ نمیگه. یبتعد عن الكلام الذي فيه غیبه و نمیمه و حسد، از سخنان ناشایستی که درش حسادت هست، درش تهمت زدن هست، درش سخنچینی و غیبت هست، از اینها دوری میکنه. بر الوالدین، صله الارحام، به پدر و مادر نیکی میکنه، پیوند خیشاوندی رو رعایت میکنه. الاحسان الی الجیران و عدم اذاء الجیران، به همسایگان خودش نیکی میکنه و به همسایگان خودش اذیت و آزار نمیرسونه. یکون فیه احترام للكبير ورحمه بالصغير، به بزرگترها احترام میگذاره، نسبت به کوچکترها محبت میکنه و مهربانی میکنه. لا يترفع لا يتكبر على الناس، گردن کشی نمیکنه، تکبر نمیورزه و این رفتار درست رو خواهد داشت. اذا اراد ان يتكلم اما ان يتكلم بالحق او يسكت، وقتی که میخواد سخن بگه سخن حق میگه و در غیر این صورت سکوت اختیار میکنه. احیانا یکون الکلام خیر و احیانا یکون السکوت خیر، گاهی اوقات سخن گفتن بهتر هست و گاهی اوقات هم سکوت کردن بهتره. نعم، لا یؤذی الناس لا بلسانی ولا بجوارحی، به مردم اذیت و آزار نمیرسونه، نه بهشون زخم زبون میزنه و بدگفتاری میکنه و نه با رفتار خودش و با اندام و جواره خودش اونها رو اذیت میکنه. احیانا تكون الدعوه العمليه اعلى من الدعوه القوليه، چه بسا دعوت عملی مؤثرتر از دعوت گفتاری و دعوت دادن به زبان باشه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عامل الكفار الذين بعث فيهم عليه الصلاه والسلام بحسن الخلق، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کافرانی رو که در میان اونها مبعوث و برانگیخته شد با اخلاق و رفتار خوش خودش دعوت داد. شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم الكفار بحسن الخلق بالامانه بالصدق، لابد ان نتحلى بهذه الصفات، صفات نبينا عليه الصلاه والسلام. و از همین روز که میبینیم کفار به ویژگی های خوب و اخلاق پسندیده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به صداقت و راستگویی و امانتداری اون بزرگوار شهادت میدن و از این روز که باید خودمون رو به صفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آراسته کنیم. لابد ان نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلی الله علیه و سلم والصحابه رضوان الله عليهم ولا نفترق، و از همین روز که باید بر اساس رهنمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با هم باشیم و یک جا باشیم و راه تفرقه و تفرق رو پیشه نکنیم. نعبد رب واحد سبحانه و تعالی، یک پروردگار رو عبادت می‌کنیم. شریعه واحده، یک شریعت داریم. نبی واحد علیه الصلاه والسلام، یک پیامبرمون. قبله واحده، یک قبله. لابد ان نجتمع في كل يوم خمس مرات للصلوات المفروضه الخمس، از همین روز که در شبانه روز برای ادای نمازهای پنجگانه با هم جمع میشیم. المدینه تجتمع في يوم الجمعه، و مردمان یک شهر روز جمعه همه با هم برای نماز جمعه جمع میشن. نجتمع في العيدين عيد الاضحى وعيد الفطر، در روزهای عید فطر و عید قربان همه ما یک جا جمع میشیم. نعم، نجتمع في الحج، در حج همه یک جا جمع میشیم. اذا لابد من اجتماع الامه ولا نفترق كما افترقت اليهود والنصارى، لا يمكن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضوان الله عليهم والله اعلم. و از همین روز که تاکید میکنیم که باید مانند صحابه بر آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اونها رو گرد آوردن ما هم گرد بیایم و مانند یهود و نصارا متفرق و دست دسته و گروه گروه نشیم.